سلام و سلام و سلام. اومدیم با یه ویدئوی دیگه بر ساز جذاب گیتار. امروز در ادامه همون انگشتای آی و ام و پی که با هم دیگه صحبت کرده بودیم، یه تمرین دو خطی داریم کوتاه برای استفاده همزمان انگشت پی و انگشت آی و آکورد. به چه شکل؟ به این شکل توی آهنگ، به همون شکلی که اول براتون زدم. خیلی ساده است، یعنی وقتی شکل نوتاشو می‌بینید نترسید ازش. یه ذره ریز بشین توش، چیزی نداره. اولا که این در کسر میزان 4-4، یعنی 4 تا دونه نوت سیاه شما تو هر میزان دارید، که حالا اینا انگار مثلا تو دو تا خط جداگونه تو هر میزان اومدن، یه خط بالا یه خط پایین. منظورم نیست که خطای جداگونه نوشته شده، نه، همون 5 تا خط حامله، ولی نوتایی که بالا نوشته شده، اگر روی اون دو تا خط بالا نوشته شدن، معمولا توی این قسمت ها هستن. نوتایی که پایین تر نوشته شدن، یعنی روی خط اول و دوم، چون بمتر هستن، میام به سمت سیمای بالاتر که صدای بمتری داره. اینجا اولش با نوت می شروع شده، گفته می سیاه، بعد یه می سفید نقطه دار داره. اگه دقت کنید میگه می. خب همونطور که ما گفتیم سفید نقطه دار 3 ضربه. وقتی شما می سفید نقطه دار رو زدین، ضرب اولش که رد شد، دیگه شما احتیاجی باش، یعنی احتیاجی نیست دوباره بزنیدش. میگه می، خودش 3 ضرب کشیده میشه. وقتی می سیار اول رو زدید، می سفید نقطه دار رو با پی زدید، بعد از یک ضرب که گذشت، اون سه تا دونه نوتی که سول و سی و می هست و روی همه رو با انگشت آتون می زدید، یعنی این سه تا سیم پایین رو، که اگر دقت کنید دستباز این سه تا سیم همونجوری که بهتون گفتیم می سی و سول هست، یعنی میشه پی پی، بعد این صداش ادامه پیدا میکنه. همینجوری شما با این انگشت آی می سه تا سیم پایین رو می زنید. دو تا میزانی تکرار میشه، بعد میره توی میزانهای بعدی که دیگه ملودی تور هست که ما قبلا داشتیم، سی لا سول، بعدش هم سی سفید داریم که دستباز سیم دوم هست، دو ضرب، بعد ری سفید، و بعد دوباره همون حالت می می، بعد با این انگشت آی این سه تا سیم پایین میزنیم. فقط حواستون باشه می ضرب دوم می که خورد، اون دیگه صدای داره کشیده میشه، شما از ضرب سوم و چهارم میشه با آی، اینجوری میشه یک و دو و سه چهار، و این ادامه پیدا میکنه. دو میزانه دیگه در انتها دوباره میشه سی لا سول سول سول، یعنی دو تا سول سفید. اینو تمرین کنید برای پی آی. بچه ششش هم فراموش نکنید، به زودی با ششش میام. من الکی اتفاقا براتون یه دونه فاصله بزرگ انداختم بین این 6 8 تا درس آهنگ 6 8 بدم، که شما این چیزایی که الان فعلا به این انگشت مربوط بشه تمرین میکنید، که من با آهنگ 6 8 بیام. پس حتما ریتم 6 8 رو تمرین میکنید، چون با آهنگ 6 8 بیام دیگه راحت‌تر میتونید اونا رو بزنید. بعد اینکه همین دیگه، اینا رو تمرین کنید، ان شاءالله هفته بعد یا هفته بعدتر دیگه ریتم 6 8 رو دوست دارم. باحال شاد ایرونی هم که باهاش بتونید خیلی بدید با هم دیگه بزنید.